بیشتر خیلی جالبه که بیشتر پدر مادرها فکر میکنن که اون چی که میبینن، اون چی که الان به نام هنر بیرون هست، بچه هاشون همون راه باید برن. یا اگر بچه همسایه نقاشی میکنه به نظرشون قشنگ میاد، بچه خودشون هم باید همون جور نقاشی میکنه. در صورت که اینجور نیست، اگر اینجور باشه دیگه هنری وجود نداره، اون میشه دیگه باید دنبال صنعت برن. هنر یعنی خلاقیت، یعنی چیزی رو به وجود بیارن که تا به حال وجود نداشته، نگرشی باشه که تا به حال کسی دیگه به اون صورت ندیده باشه. بنابراین پدر مادرها باید اینو بدونن که به هیچ عنوان متوقع نباشن بچه هاشون مثل اون چیزهایی که بیرون الان هست بزرگان نقاشی میکنن همونطور نقاشی کنن. اصلا بذارن بچه افکار خودش رو بیان بکنه، بذارن بچه اون چیزی که در مغزش فکر میکنه، اون چیزی که احساس میکنه همون رو بیان بکنه به صورت کار. اجازه ندن که اون چیزی که خودشون میخوان همون رو اجرا بکنن. مثل اونی که مثلا پدر مادر آرزو دارن که خب بچهشون مثلا فلان شغل انتخاب کنه، خلبان شه، مهندس شه، دکتر شه، اینجور نیست. اون بچه نیست که، یعنی آرزوهای خودشون رو در اون بچه سعی میکنن و عمل بشونن. در صورتی که بچه یک موجود زنده است، پس باید اون خودش اونجور که میخواد فکر بکنه. اگر من پیاده بکنه، نقاشی کنه یا موسیقی رو بنوازه، اگر من بخوام اونو در اون چارچوب معمولی قرار بدم که الان همین جا هست، دیگه خلاقیت نمیشه که. من پدر، شمای مادر، شما باید بدونید که بچه ها تا اونجا که میشه دخالت در کارشون نکنید. فقط میتونید براشون داستان بخونید، براشون یه چیزی رو تعریف بکنید، بیان بکنید که خاطره چیزی که اینا بتونن اونجور که خودشون میخوان به تصویر بکشن. اما شما سعی کنید با خط و خال دنبال نکنید اون کارو، یعنی رو کارش دست نبرید، بزنید هرجور که خودش فکر کنه و همون صورت بچگانه بیان کنه. چرا که من آدم بزرگ به هیچ عنوان نمیتونم اون کار بکنم. پیکاسو میگه وقتی من کوچیک بودم سعی کردم مثل بزرگان هم نقاشی کنم، اما که بزرگ شدم دیگه میخوام هرچی زمان میگذره بتونم مثل بچه ها نقاشی کنم. چرا؟ همون صداقت هست که عرض کردم. پس ما نباید از بچه هامون متوقع باشیم اون چیزهایی که الان بیرون میبینیم، اون چیزهایی که در این گالری ها هست، اون چیزهایی که در این موزه ها هست به اون صورت نقاشی کنن. نه، بزنید کار خودشون بکنن. اون چیزی